فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ها قاف از تهران شیعه هدایت شده تشکر کردن از شما و از برنامه و فرمودن که نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو میشه با هم خواند. از نظر شرعی و اساسی در اینجا دو حکم وجود داره، یک حکم اصلی هست و یک حکم دیگر حکم فرعی هست. یه به تعبیر دیگر که فقها تعبیر می کنند حکم عزیمت داریم و حکم رخصت داریم. عزیمت و حکم اصلی این است که 5 وقت نماز در 5 وقت باید خونده بشن، یعنی 5 نماز داریم بعد در 5 وقت متفاوت و در 5 قسمت از روز باید خونده بشند که این هم از روایات شیعه ثابت است و هم در واقع بخشنامه حضرت علی رضی الله تعالی عنه بوده که به مالک اشتر اینو نوشتن، در به عمرای خودش نوشتن، در نهج البلاغین هم وجود داره که بله آقا که اوقات نماز رو دقیقاً تفکیک کرده که این نماز رو از وقت فلان تا فلان بخونید الی آخر. این حکم اصلی است که در قرآن هم این اومده که ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتابی هست و یک فرضی هست که وقت برایش تعیین شده. این حکم اصلی هست که 5 وقت نماز رو در 5 وقت انسان باید بخونند. اما بنابر دلایلی از نظر شرعی به عنوان یک رخصت و به عنوان یک در واقع تسهیل جایز هست که نمازهای 5 گانه رو در 3 وقت بخونند. از نظر شرعی این هیچ گونه اشکالی نداره. یکی از این موارد در هنگام سفر هست که انسان وقتی که مسافر هست میتواند که نماز ظهر و عصر را یک جا، فرقی نمی کند، در وقت ظهر بخواند یا در وقت عصر بخواند و دو نماز مغرب عشا را در یک جا، چه در وقت مغرب چه در وقت عشا بخواند، زیرا که عمل حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در تبوک این گونه بودن. وقتی که برای تبوک میرفتند در روایت اومده اگر قبل از ظهر حرکت میکردند نماز ظهر را نمیخوندند، میرفتند حرکت میکردند تا اینکه نزدیک آخره وقت نماز عصر بود میستادن نماز ظهر عصر رو با هم میخوندن. اگر بعد از زوال حرکت میکردن نماز ظهر و عصر رو هر دوتا رو با هم میخوندن بعدش حرکت میکردن. این حدیث در سنن ترمیزی و ابو داوید آمده و این حدیث حدیث صحیح است. پس بنابراین در سفر هیچ اشکالی نداره و مجاز هست انسان که نمازهای ظهر و عصر رو یک جا بخوند و نماز مغرب عشا رو یک جا بخوند. اضافه بر این بنابر ضرورت های دیگری هم جایز هست. به عنوان مثال در هنگام فرض کنید که یک باران دیدی هست، انسان نمیتونه هر وقت نماز بره برای نماز، یا اینکه راه به تعبیر فقهی گلولای داره و شب هست تاریک هست نمیشه که برای نماز برند، یا یعنی در هر وقت نماز از نظر شرعی، در این صورت هم میتونند که به اصطلاح نماز جماعت را در مغرب عشا را یک جا بخونند. یا فرض بکنید شخصی بیمار هست و نمیتواند که نمازش را سر وقت بخواند، وضو گرفتن برایش یعنی بسیار مشکل است، از نظر شرعی مجاز هست، میتونه که نماز ظهر و عصر را با هم بخونه و مغرب عشا را با هم بخونه. این یک نوع حکم شرعی، اصلیش یک حکم جداگانه هست که سر وقت باید خونده بشن. در موارد اضطراری در سفر و در هنگام باران یا در هنگام بیماری هیچ گونه اشکالی نداره که نماز ظهر و عصر را و مغرب عشا را با هم بخونه.